صدور حکم دادگاه اسپانیا علیه مالکی نخست وزیر عراق و احضار 3 جنایتکار دیگر از فرماندهان حمله به اشرف در 19 فروردین از جمله فرمانده نیروی زمینی عراق و احکام دیگر این دادگاه در مورد فراخواندن دستبندرکاران جنایت علیه بشریت در اشرف در 6 و 7 مرداد 1388 به پیشگاه عدالت. بیانیه‌های بیش از 4000 نماینده پارلمان از 41 کشور در 5 قاره از جمله بیانیه‌های اکثریت 30 مجلس قانونگذاری شامل پارلمان اتحادیه اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا و بیانیه‌های شهرداران منتخب 7100 شهر در فرانسه، ایتالیا و بلژیک. نزدیک به 60 نهاد جهانی مدافع حقوق بشر در اعتراض به نقض حقوق انسانی ساکنان اشرف موضع‌گیری کردند. جلسات رسمی استماع در کنگره آمریکا، در سنای آمریکا و همچنین در پارلمان‌های کشورهای اروپایی و در پارلمان اروپا. در استماع کمیسیون خارجی پارلمان اروپا با حضور ملکر، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد در عراق، نمایندگان موضوع نصب بلندگوها توسط عوامل رژیم آخوندی با همکاری نیروهای عراقی را به چالش کشیدند و نماینده دبیرکل بر ابراز مخالفت مکرر خود در این باره تاکید کرد. کنفرانس‌های متعدد بین‌المللی با شرکت و سخنرانی برجسته‌ترین حقوقدانان و پارلمانترها از کشورهای مختلف جهان. تأکید وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع کنگره بر لزوم اقدام برای حفاظت از اشرف. Well, first, let me say that we monitor this situation very closely. We try to investigate all of the assertions that are made. We know that adequate food and fuel under our supervision and pushing gets in, but we also know there are constant propagations that exist. So we are in a daily dialogue with the government of Iran. سایر مؤلفه‌های فعالیت‌های رئیس جمهور برگزیده مقاومت که هر کدوم پرونده و تاریخچه‌ای مشروح داره، عبارتند از ترویج برابری و حقوق زنان، دفاع از حقوق بشر ملت ایران و افشای جنایت‌های رژیم آخوندی و محکوم کردن این رژیم در مجامع بین‌المللی. مگر میتوان درد دختر 16 ساله‌ای رو که قاضی جنایتکار و متجاوز اون رو به تهمت فساد اخلاقی به دار میکشه فقط با یک تر به سایر انسانها منتقل کرد؟ و مگر راهی هست که بتوان رنج زنان و مردان آزادی خواه و دارای آرمان و اندیشه رو که برای تغییر عقیده شکنجه میشن تجسم بخشید؟ نه، هرگز، هرگز. گلوی مرغ سحر را بریدند و هنوز در این شب شفق آواز سرخ او جاریست. در یک کلام، در حاکمیت آخوندها نقض حقوق بشر قانون است و رعایت حقوق بشر نقض قانون است. دوستان عزیز، اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید ملتی که همه راه‌ها به رویش بسته می‌شود حق دارد در برابر ظلم سر به شورش برد. مقاومت ایران طی یک سال گذشته صدها اعلامیه روشنگرانه در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر و برای نهادهای مدافع حقوق بشر و مجامع جهانی ارسال کرد. افشاگری های جهانی درباره اعدام ها، شکنجه ها و زجر کش کردن قهرمانانی مانند محسن دکمچی در زندان، در جلسات شورای حقوق بشر ملل متحد و مواضع عفو بین الملل و دیگر مجامع مدافع حقوق بشر، سرانجام به تعیین مجدد گزارشگر ویژه ملل متحد برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران منجر شد. برآیند همه مؤلفه‌های حرکت سیاسی و مبارزاتی مقاومت ایران در یک عبارت خلاصه میشه: راه حل سوم
مریم رجوی.